سلام به شما دوستای نازنینم، به کانال خودتون طبیعت درمانی در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم با هم یاد بگیریم که چگونه کلسترول بدنمون رو بالا ببریم. بله درست شنیدید، کلسترول، اما کلسترول خوب بدن. پس من رو در این ویدیو همراهی کنید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید و با زدن زنگولک کنار دکمه سابسکرایب از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید. حتما می دانید که دو نوع کلسترول داریم، کلسترول خوب و کلسترول بد خون. کلسترول بد باعث گرفتگی عروق شده و می تونه باعث سکته قلبی بشه. برای همین باید تمام تلاشتان را برای کاهش این کلسترول مضر انجام دهید. اما در مورد کلسترول خوب یا HDL قضیه فرق می کند. HDL کلسترول خون را به سمت کبد هدایت می کند و به این ترتیب باعث کاهش میزان آن می شود. برای همین خدمت بزرگی به سیستم قلب و عروقی می کند. پس با من همراه باشید تا ببینیم چطوری می تونیم کلسترول خوب خون یا همون HDL رو بالا ببریم. مورد اول، استفاده از مغز ها. بادام، بادام زمینی، پسته، فندق و غیره منبع چربی های خوب هستند که برای قلب مفیدند. توصیه می کنیم این دانه ها و مغز های روغنی را به غلات صبحانه، ماست و سالاد هایتان اضافه کنید. البته حواستان باشد که روزانه یک مشت آجی یعنی حدود 30 گرم کافی است. در غیر این صورت کالری زیادی نصیبتان می شود که به نفع تناسب اندامتان نخواهد بود. غذاهای دریایی، ماهی های چرب مانند ماهی آزاد و ماهی تون حاوی اسیدهای چرب اومگا 3 هستند که برای سلامت قلب لازم و ضروری هستند. این اسیدهای چرب اشباع نشده میزان کلسترول خوب خون را بالا میبرند. برای همین توصیه میکنیم که هر هفته حداقل 2 مرتبه ماهی میل کنید. اگر ماهی میل نمی کنید از مکمل های اومگا 3 استفاده کنید. انواع لوبیاها، لپه و عدس می تواند به افزایش میزان کلسترول خوب خون کمک کند. محققان آمریکایی نشان می دهند که مصرف روزانه لوبیای پخته شده میزان کلسترول بد خون را به میزان 20% کاهش می دهد. روغن زیتون، روغن زیتون حاوی میزان زیادی چربی اشباع نشده است که باعث افزایش میزان کلسترول خوب خون می شود. نتایج پژوهش‌ها نشان می دهد که این روغن از افزایش کلسترول بد خون جلوگیری کرده و اجازه نمی دهد این کلسترول به جدره‌های رگ‌ها بچسبد. توصیه میکنیم به جای کره از روغن زیتون استفاده کنید و غذاهای سرخ کردنی را نیز با دمای پایین این روغن تهیه کنید. حتما سالادهایتان را نیز با روغن زیتون و سرکه میل کنید. البته حواستان باشد نباید در مصرف این روغن دچار افراط شوید. آووکادو، محققان به این نتیجه رسیدند افرادی که به مدت 3 ماه آووکادو مصرف کردند توانستند میزان کلسترول بد خونشان را کاهش دهند. معمولا افرادی که رژیم لاغری دارند از مصرف این میوه خودداری می کنند به خاطر اینکه میزان چربی آن زیاد است. اما باید بدانید که چربی موجود در این میوه از نوع چربی های مفید برای قلب است. می توانید این میوه را پوره کرده و به جای سس داخل ساندویچتان قرار دهید یا اینکه آن را به سالادهایتان اضافه کنید. جوی دو سر، فیبرهای غذایی می توانند میزان کلسترول خوب خون را افزایش و کلسترول بد خون را کاهش دهند. جوی دو سر حاوی فیبرهایی است که به جداره روده می چسبند و به همین دلیل هم باعث کاهش جذب کلسترول بد می شود.
بلغور جو دوستر نیز مانند برنج، جو، لوبیا و برخی از میوه ها مانند آلو و سیب منبع فوق‌العاده فیبرهای محلول در آب می باشند. محققان معتقدند که مصرف جو دوستر برای افرادی که کلسترول بالایی دارند بسیار مفید است. آب پرتقال. نتایج پژوهش‌های محققان آمریکایی نشان می‌دهد که نوشیدن روزانه 3 لیوان آب پرتقال میزان چربی خون را کاهش می‌دهد. البته هنوز هم محققان نمی‌دانند آب پرتقال با چه مکانیزمی باعث کاهش کلسترول خون می‌شود. اما هرچه که هست، آب پرتقال بسیار خوشمزه است و مصرف آن نیاز به قرص‌های لاغری را از بین می‌برد. سیر. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مصرف روزانه 3 حب سیر تازه به مدت 1 ماه میزان کلسترول بد خون را به میزان 23% کاهش می‌دهد. محققان معتقدند که ترکیبات موجود در این ماده غذایی باعث افزایش کلسترول خوب خون می‌شود. توصیه می‌کنیم که سیر را نیز مانند نمک و فلفل به غذاهایتان اضافه کنید. سیر و ماست درست کنید و در کنار غذا میل کنید. خلاصه اینکه اگر کلسترول بد خونتان بالاست، از مصرف آن غافل نشوید. پیازچه موسیر و غیره حاوی خواص ضد التهابی بوده و ضامن سلامت رگ‌ها هستند. این مواد غذایی حاوی میزان زیادی کریستین هستند که میتواند میزان کلسترول را کاهش دهد. توصیه می‌کنیم هر روز از این مواد غذایی استفاده کنید. نتایج پژوهش‌های آمریکایی نشان می‌دهد که مصرف روزانه نصف پیاز خام به مدت 2 ماه باعث افزایش 30% کلسترول خوب خون می‌شود. با این حال حواستان باشد که هرچه پیاز پخته‌تر باشد، میزان ویتامین‌های خود را از دست می‌دهد. لوبیا و عدس. انواع لوبیاها، لپه و عدس می توانند به افزایش میزان کلسترول خوب خون کمک کنند. محققان آمریکایی نشان می دهند که مصرف روزانه ی لوبیای پخته شده میزان کلسترول بد خون را به میزان 20% کاهش می دهد. چای. محققان ژاپنی به این نتیجه رسیدند که میزان کلسترول خوب خون افرادی که چای می نوشند بالاتر بوده و میزان کلسترول بد آنها کمتر است. محققان معتقدند که این خاصیت چای مربوط به وجود آنتی اکسیدان هایی به نام فلاونوئید ها در آن است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد نوشیدن روزانه 2-3 فنجان چای سیاه یا سبز به تنظیم کلسترول کمک می کند. توت ها و میوه های ریز. این میوه های کوچک جز خوردنی های بسیار سالم هستند که طرفداران زیادی نیز دارند. اگر می خواهید میزان کلسترول خوب خونتان را بالا ببرید، روزانه از این میوه های خوشمزه استفاده کنید. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که مصرف 150 گرم از این میوه های ریز به مدت 12 هفته باعث افزایش 5% کلسترول خوب خون می شود. توصیه می کنیم از مصرف انگور فرنگی، توت فرنگی، تمشک و شاتوت و غیره غافل نشوید. ممنونم از اینکه من رو در این ویدیو همراهی کردید. چه ویدیو بعدی می بینمتون. خدا نگهدار.